گیلاسیا سلام، امروز میخوام یه فیلم ترسناک که دیگه به نام غم یا The Sadness رو ببینیم. یادم جریان کرونا که پیش اومد چند تا فیلم خفن رو بورس بود که میگفتن آخر کرونا همین میشه و راجع به این فیلمم خیلی صحبت میشد. حواستون به اسپویل کامل فیلم و صحنه های خشنش هم باشه تا به فوش ندی. یادت نره که کانال سابسکرایب کن که وقتتون رو نمیگیره ولی آینده کانال من رو میسازه. و اینکه من یه خورده مریضم، اگه صدام یه مقدار توی این ویدیو گرفته دیگه بزرگی خودتون ببخشید. نمخشیدم که فیلم با نمایش مردی به نام جیم شروع میشه که با دوست دخترش کت از خواب بیدار میشن. جیم از دوست دخترش میخواد سر کار نره و پیشش بمونه، اما اون میگه کلی کار دارم و هفته دیگه به جاش میریم مسافرت خوش میگذرونیم. اما جیم با ناراحتی میگه هفته دیگه یه کار مهم دارم و کت هم از به هم خوردن برنامهشون ناراحت میشه. بعد از بحث کوچیکی جیم با گوشیش میره توی یوتیوب، جایی که همه اخبار پر شده از بیماری که توسط ویروسی به نام آلوین شکل میگیره. توی اخبار گفته میشه این ویروس خیلی وحشتناک و میتونه تاثیر جبران ناپذیری روی آدم بذاره. اینم هم همه جا میگن که ویروس آلوین شباهت زیادی به ویروس هاری داره و خیلی مراقب باشید که نگیریدش. جیم همینطوری میره تو بالکن و اتفاقی پیرزن همسایه رو بروی رو میبینه که روی پشت بوم وایساده و زل زده به خیابون. یه لحظه برمیگرده و جیم با دیدن لباس پیرزن که پر خونه وحشت میکنه، اما همین که برمیگرده تا کتو صدا کنه پیرزن ناپدید میشه. جیم که هنوز ذهنش درگیر اون پیرزنه با صدای همسایه بغلیش به خودش میاد که حالشو میپرسه. این همسایه یکم آبریزش بینی و علائم سرماخوردگی داره که جیم بهش میگه برو دکتر، اما همسایه جواب میده دکتر کاری نمیکنن و قضیه این ویروس آلوین کلا الکی و برای پول درآوردنه. بعد از خداحافظی جیم همراه کت سوار موتورش میشن تا به ایستگاه قطار برسن و کت به سر کارش بره. توی راه هم از کنار یه صحنه قتل رد میشن که پلیسا قاتل رو گرفتن و به سختی دارن دستگیرش میکنن. بعد از رسیدن به ایستگاه دختر پسر خداحافظی میکنن و جیم به سمت خونه راه میفته. توی راه دوباره از کنار همون صحنه قتل رد میشه، اما این بار هیچ خبری از پلیسا نیست و سکوت عجیبی برقرار شده. بی خبر از همه جا پسر به رستوران میره تا نهار بگیره و همون پیرزن همسایه رو به رویش جلوی ساحل میشه. پیرزن بدون توجه به هیچ چیز یه دفعه صورت یکی از مشتری‌ها تف میکنه و بعد روغن داغ و سیب زمینی رو کله آشپز میریزه. مشتری که صورتش تف شده بود یه دفعه وحشی میشه و شروع به سلاخی کردن دوستش میکنه و همینطوری به بیماری زنجیره‌ای شکل میگیره که همه آدما وحشی میشن. جیم با وحشت عقب عقب میره بیرون و پیرزن سمتش میاد که یه دفعه یه ماشین بهش میزنه و میکشتش. جیم با دیدن راننده ماشین که معلومه اونم به ویروس مبتلا شده خیلی سریع فرار میکنه. بالاخره به آپارتمانش میرسه و سعی میکنه به کت زنگ بزنه اما جوابی نمیگیره. تلویزیون رادیو هم هیچ نشون نمیدن غیر از کانال عجیب که داره کارتون خیلی عجیب تری پخش میکنه. کمتر از چند دقیقه صدای آژیر خطر تو تمام شهر پخش میشه که پشتش گوینده ای اعلام میکنه جون همه در خطر و سری خودتون رو به پاسگاه پلیس برسونید. همینطور اضافه میکنه که وضع شهر به هم ریخته و مردا دارن سلاخی میشن و زنها به طرز وحشتناکی مورد آزار جنسی و در نهایت قتل قرار میگیرن. جیم که خیلی وحشت کرده سری به کت چند تا پیام میده بلکه ازش خبری بشنوه و تو این درگیری حواسش پنجره خونه شون نیست که مردی ازش وارد میشه. لحظه آخر یه دفعه متوجه این مرد میشه با برگشتن همسایه خودش که فکر میکرد سرما خورده رو میبینه. جیم موفق میشه با دستاش جلوی قیچی باغبونی مردو بگیره و نذره سرش رو از تنش جدا کنه، اما تو این کشمکش دو تا از انگشتاش رو از دست میده که مرد مریض با لبخند انگشتا رو میخوره. در آخر با یه ضربه همسایه رو زمین میندازه و قبل از اینکه از جاش پاشه دوباره بهش حمله کنه پا به فرار میذاره. تو خیابون با برشن یه پارچه انگشته بریدهش رو میبنده. بین این همه ترس که میبینه مردم دارن افراد دیگر رو به بدترین شکل آزار میدن، دست یه مردم دارن میشکوننش، به سمت موتورش میره و سعی میکنه خیلی بی صدا اون رو روشن کنه. واضحه که صدای موتور باعث جلب توجه میشه و افراد مبتلا سری به سمتش میدوان، اما اون موفق میشه از چنگشون فرار کنه. میریم به قطاری که کت سوار شده. اون در حال کتاب خوندنه که مرد کرواتی چندشیه میخواد سر صحبت باش باز کنه و مخشو بزنه. کت چند بار جوابش سر بالا میده، اما وقتی میبینه بی خیال نمیشه جاشو به دختر توپلی که وایسر جلوش میده. زمان زیادی نمیگذره که یه دفعه یکی از مسافرها با وحشیگری تمام شروع به چاقو زدن به مسافر کنارش میکنه و به کس دیگه ای حمله میکنه. مسافرها موفق میشن این مرد مبتلا رو متوقف کنن، اما وقتی فکر میکنن همه چی تمام شده مسافر دیگه ای همین وحشی بازی رو شروع میکنه و همینطوری زنجیره بزرگتر و بزرگتر میشه. یه دفعه همون مرد چندش که کت بغلش نشسته بود از جاش بلند میشه و چترشو میکنه تو چشم دختر توپلی که کنارشه. همه قطار آشوب میشه و کت سعی میکنه به دختر توپل کمک کنه تا با هم فرار کنه، اما موقع بیرون رفتن از در قطار موبایلش از دستش میفته و به فرارش ادامه میده. دختر توپل که میفهمیم اسمش مالیه به کت میگه منو ول کن، اما کت اصرار میکنه نجاتش بده که همون لحظه مرد کرواتی چندش دوباره پیداش میشه. اون قصر به کت حمله کنه، اما اونا موفق میشن به طبقه بالای ایستگاه برن. اینجا یه مرد سالم پیدا میکنن تا کمکشون کنه، اما مرد کرواتی که خیلی هار شده یه دفعه دماغ مردو گاز میگیره و میخوره. بعدش هم با ضربات ممتد تبر اونو تیکه تیکه میکنه. کت و مالی با سرعت میدونن و موفق میشن قبل بسته شدن در ایستگاه به بیرونش برن. اینجا نگهبانی رو میبینن که بعد از کلی خواهش و التماس و در آخر تهدید و مشت توسط مالی نگهبان کمکشون میکنه تا بیمارستان برسن. برمیگردیم پیش جیم که با موتور خاموش داره به آرومی از وسط این همه آشوب رد میشه. جایی که تیکه تیکه شدن آدما داره اتفاق میفته، حتی مرد مبتلایی داره با جنازه یه دختر رابطه جنسی برقرار میکنه. وقتی دیگه نمیتونه این همه خشونت رو تحمل کنه میگه گور بابای سکوت و روشن کردن موتورش از اون محل دور میشه. بعد از مدتی جیم به خاطر از دست دادن
زیاد خون سرگیجه میگیره و سر جاش وای میسه. با کمی گشتن موفق میشه یه سری پارچه و چسب پیدا کنه تا دستشو ببنده و جلوی خونریزی هم بگیره. گوشیش هم چک میکنه و وقتی میفهمه هنوز کات جوابی بهش نداده، به دنبال سلاحی برای دفاع از خودش میگره که با گروهی از بچه‌ها روبرو میشه که به ویروس آروین مبتلا شدن. این گروه دارن با بی‌رحمی مرد بیچاره کی رو زمین افتاده رو کتک میزنن که جیم تصمیم میگیره مردو نجات بده. میره جلو و بعد فراری دارن بچه‌ها دست مردو باز میکنه، اما ناگهان میفهمه اونم به همین ویروس مبتلا شده و میگه چرا داری نجاتم میدی؟ داشتم لذت میبردم. همین لحظه است که دوباره گروه بچه‌ها سر میرسن و این بارو پرت کردن سنگ میخوان جیمو زمین گیر کنن، ولی جیم موفق میشه پا به فرار بذاره و خودشو نجات بده. برمیگردیم به بیمارستان، یک کتو مالی بهش میرسن. با التماس نگهبانا درو باز میکنن و اونا وارد بیمارستان میشن که تعداد زیادی از مردم سالم دور هم جمع شدن به صفحه تلویزیون خیرن، بلکه خبر جدیدی بشنون. پرستار سرچش مالی رو تمیز میکنه و قصد رو اونو به اتاق عمل ببره، اما مالی با گریه و زاری از کت میخواد تنهاش نذاره و کنارش بمونه. کت سعی میکنه مالی رو آروم کنه و در آخر از هم جدا میشن. کت برمیگره پیش بقیه آدم و تازه میفهمه گوشیشو از دست داده. به سمت نگهبان مترو میره و گوشیشو قرض میگیره تا به جیم زنگ بزنه. بالاخره رئیس جمهور تایوان هم یه بیانیه میده و میگه داریم برای حل مشکل تلاش میکنیم و فقط تو این مورد از خودتون مراقبت کنید. جنرال ارتش هم اعلام میکنه ویروس آروین باعث دیوونگی شما میشه و افراد مبتلا از کشتن، آزار جنسی دادن و شکنجه کردن دیگران لذت میبرن. اما وسط بیانیه جنرال یه لحظه خودش مبتلا میشه و با گرفتن رئیس جمهور نارنجکی رو تو دستش میگیره و همه رو در جا میکشه. مردم توی بیمارستان وحشت میکنن و با هم به دعوا میافتن و میخوان سریع از اونجا برن بیرون، اما پلیسا جلوشون رو میگیرن و بین مردم بحث بیشتری شکل میگیره. این در حالیه که کات همچنان داره به جیم زنگ میزنه و وقتی گوشی نگهبانو نمیخواد بهش پس بده، اونا هم با هم دعوا میکنن. این لحظه کات همون مرد کرواتی رو میبینه که بیرون در بیمارستان وایساده و متوجه میشه چیزی نمونده که مریضا به اینجا حمله کنن. برای همین گوشی نگهبانو ازش میدزه و پا به فرار میذاره. کمتر از چند لحظه مرد کرواتی با تبرش نگهبانا رو میکشه و درو وا میکنه و همه مبتلا به داخل بیمارستان حمله میکنن. تولی نمیگه که مرد کرواتی دوباره مالی میرسه. اون با وحشیگری تمام بلد آسیب رسوندن خیلی زیاد با مالی رابطه جنسی برقرار میکنه. جیمو میبینیم که با درآوردن گوشیش پیامهایی که کات با گوشی نگهبان فرستاده رو میخونه. کات گفته توی کدوم بیمارستان و جیم سری بهش زنگ میزنه. به کات میگه یه جا قایم شو که دارم خودمو سری بهت میرسونم، اما موقع حرف زدن جیم هم علائمی از ویروس آلوین نشون میده. اون خودش کنترل میکنه و سری به بیمارستان راه میفته. برمیگردیم به بیمارستان، جایی که نگهبان مترو هنوز زنده مون دو موقع فرار به دختر توپلمون یعنی مالی میرسه که خودش هم مبتلا شده. مالی و تعدادی از مبتلاهای دیگه به نگهبان حمله میکنن و اونم به طرز وحشیانه به قتل میرسونن. کات میبینیم که همچنان تو بیمارستان و داره فرار میکنه. اون سعی میکنه در راهرو رو مسدود کنه، اما مرد کرواتی که هنوز دنبالشه از اینجا وارد میشه و کات رو گیر میندازه. اون شروع به تهدید میکنه و میگه چه بلایی سر مالی آورده و چجوری میخواد کات رو شکنجه کنه، اما دختر که زرنگتره از پشت بهش حمله میکنه و موفق میشه با کپسول آتششانی کله مرد رو خورد کنه و بکشتش. این لحظه مرد دیگه با لباس آزمایشگاه یه در رو باز میکنه و کات رو به داخل میاره تا نجاتش بده. این مرد که اسمش دکتر وانگ هست و ابتدای فیلم دیدیم که داشت راجع به ویروس به مردم اخطار میداد، تفنگش سمت کات نشونه میگیره و ازش میخواد به خودش دستبند بزنه. بعد اونو به اتاقی با یه دوش میبره و با فعال کردن مایع ضد عفونی کننده سعی میکنه مطمئن شه که کات مبتلا نشده. دکتر وانگ با تعجب میگه تو با ویروس مبتلا نشدی و این خیلی عجیبه، یعنی یه پاتن یا واکسن توی تنت هست که نجاتت داده. بعد ازش میخواد لباسش کامل در بیاره تا دقیق‌تر بررسیش کنه، بلکه بتونن دوایی برای این بیماری پیدا کنن. دوباره دختر از زیر دوش میفرسته و این بار مایع ضد عفونی کننده خیلی باعث درد و عذاب دختر میشه چون روی زخماش فرود میاد. همین لحظه جیمو میبینه که بیمارستان میرسه. دکتر وانگ به سمت کات میاره، دستانش باز میکنه و بابت رفتارش معذرت خواهی میکنه. میگه این تفنگ فقط برای محافظت از خودم و علاوه سمتت نمیگرفتم. اون با ناراحتی به کات میگه من یه سال دارم مردم اختار میدم مراقب این ویروس باشن، اما هیچ کس توجهی نکرده. بعد روش کار ویروس رو توضیح میده و میگه چه جوری سیستم ذهن رو تغییر میده که فرد مبتلا کاملا به کارهایی که انجام میده آگاهه و اینطوری نیست که نفهمه چیکار میکنه، بلکه از انجام این وحشیگری لذت کامل میبره و کاملا با اختیار خودش به کشتن بقیه مشغول میشه. بعد از کات میخواد لباس قبلیش توی سطل آشغال بذاره ازش تست بگیره. کات با آرومی لباسش همراه با گوشی که دزدیده رو اونجا میذاره، اما شنیدن صدای بچه‌ای توی سطل آشغال اونو وحشت زده میکنه. توی سطل آشغال بچه کوچیکی رو میبینه که به همین ویروس مبتلا شده و قبل از اینکه بتونه چیزی بپرسه دکتر وانگ بهش حمله میکنه و با سرنگی ویروس آلوین رو به بدن کات میزنه. سری دست اونو با دستان میبنده و میگه اگه مبتلا نشی و بدنت واکسن داشته باشه با هم میریم پشت بوم، چون تا چند لحظه دیگه یه هلیکوپتر برای نجات من میاد، ولی اگر مبتلا شدی میکشمت. بعدم در کمال خونسردی بچه‌ای که توی سطل آشغال انداخته بود رو میکشه. کات سعی میکنه با گوشی که دزدیده به جیم خبر بده، اما از اونجا که گوشی پسورد داره نمیتونه کاری بکنه. دکتر وانگ ادامه میده که من چند ساعت پیش 8 تا بچه توی بیمارستان پیدا کردم و آوردمشون تا بهشون ویروس رو تزریق کنم. شاید یکیشون به ویروس واکنششون نده و بتونیم ازش واکسن بسازیم، اما بقیه‌شون تا الان مردن. دکتر میگه اگه بچه‌ها رو نمی آوردم و این کارو نمی کردم، آدمای مبتلا میکشتنشون و اینطوری جنایت خودش رو توجیه میکنه. کات میبینیم که بعد کلی تلاش رمز گوشی نگهبان رو پیدا میکنه و به جیم پیام میده که کجا زندانی شده. جیم میبینه که بعد خوندن پیام گوشی رو میندازه و به سمت اتاق دکتر میره. دکتر وانگ هم یه پیام میگیره که میگه هلیکوپتر تا 5 دقیقه دیگه میرسه و
وقتی مطمئن میشه کپ ویروس مبتلا نشده، دو تایی به سمت پشت بوم راه میافتن. کات موقع رد شدن از راه رو متوجه میشه تورم مرد کرواتی سر جاش نیست و شک میکنه که کسی اونو برداشته باشه. همین لحظه یکی از مبتلاهای دیگه با تبری که براش حمله میکنه و پای دکتر از موج قطع میشه. دکتر با شلیک گلوله مرد رو میکشه، اما مریض دیگه ای سمتش میاد و با بالا آوردن روی پای قطع شده اونم تو خطر ابتلا قرار میده. دکتر سری اونم میکشه و به کات میگه بدون من نمیتونی بری پشت بوم و اینطوری کات رو راضی میکنه که نجاتش بده. اما هنوز وسط تمام نشده و موقع فرار دو تایشون جیم بالاخره سر میرسه، با این تفاوت که خودش هم ویروس آروینو گرفته. دکتر سعی میکنه با تفنگ اونم بکشه، اما یه تیر به گردنش میزنه و بعد تفنگش گیر میکنه و اینجاست که کات سر گلوله پشت بوم ازش میدزه و در میره. جیم از فرصت استفاده میکنه و با برداشتن تیغ جراحی گلوی دکتر رو میبره. دکتر قبل افتادن رو زمین به ویروس مبتلا میشه و میگه من از کشتن اون بچه‌ها لذت بردم و بعد نمیره. کات سری وارد راهروی پشت بوم میشه و با بستن در نمیذاره جیم بهش آسیبی برسونه. کات با ناراحتی از جیم میپرسه الان چه حسی داره که مبتلا شدی؟ جیم هم جواب میده بهترین حس دنیا رو دارم. میگه حالا یه هدف بزرگ تو زندگیم دارم. وقتی کات میپرسه اون هدف چیه، جیم جواب میده اینکه تیک تیکت کنم و صورتتو خورد کنم. کات از شدت ترس و ناراحتی میزنه زیر گریه، اما وسط گریهاش یه دفعه میخنده و اینجا میفهمیم خودش هم به ویروس مبتلا شده. کات میره پشت بوم و جیم رو میبینه که لبخندی رو لبشه و با شنیده شدن صدای چند گلوله میفهمیم کات افراد توی هلیکوپتر رو کشته. اینجاست که جیم با لبخند میمیره و فیلم به پایان میرسه. فیلمایی که راجع به ویروس‌های جهانی و کلاً بحران‌های اینطوری هستن خیلی جالب و واقعاً ترسناکن. دلیلش هم اینه که داستان‌هاش ماوراءطبیعی نیست و هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته. ویروس کرونا که هنوزم درگیرشیم یکی از همین بحران‌هاست. مشکلاتی که یا طبیعت برای دفاع از خودش رو کم کردن انسان‌ها به وجود میاره، یا سیاستمدارایی که به فکر کاهش جمعیت هستن دستور ساختشون رو میدن. خلاصه امیدوارم هیچ وقت تو همچین بحرانی قرار نگیریم، چون واقعاً حتی فکر کردن بهش هم آدمو وحشت‌زده می‌کنه. رفقا لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گیرسی.